سلام و وقتتان بخیر. به محور امشب خوش آمدید. شماری از شهروندان کشور از آنچه مشکلات در روند گرفتن ویزه پاکستان میدانند شکایت دارند. آنان میگویند با آنکه هفته ها و ماه ها منتظر گرفتن ویزه میباشند اما موفق به دریافت ویزه پاکستان نمیشوند. در همین حال وزارت خارجه این مشکلات را میپذیرد اما اطمینان میدهد که بعد چالش های شهروندان کشور در بخش گرفتن ویزه پاکستان رسیدگی میکند. پس از شکایت ها از افزایش بازداشت شهروندان افغانستان در پاکستان، اکنون شهروندان کشور میگویند که پاکستان صدور ویزه با آنان را نیز با مشکل روبرو کرده است. این شهروندان میگویند که ماها منتظر گرفتن ویزه پاکستان میباشند اما ویزه دریافت نمی کنند. به گفته آنان ویزه پاکستان در بازار سیاه به بهای گران به فروش میرسد و آنان توان خرید آن را ندارند. مریض داریم، مریض موج میره، قاشاقی خو بیار که برابنی بیار جی گرفتن میشن، بندی میشن، زولانا میشن بیار یا خب این پرسان نیست. اره قاشاقی کنه که تبرند برشان مشکل باش ویزا باشن داده شما غریب مردم بسیم بیار اپلای میکنیم خب بیار 3 ماه در بر میگیره 4 ماه او رو بیار خالی میه ویزا به ما نمیه. 2 ماه پیش ما امیدی ما ویزا را چیز کردیم داخل کردیم از کمپانی از پیشاور برای ما دعوت نامه ما آمده در اونجا ما چیز کردیم از وزارت خارجه از وطای تجارت ما مکتوب آوردیم لیکن تا به حال ویزه ما نبر آمده. ویزه پاکستان بسیار سختتر شده و تقریبا که کسایی که در ارجن میگیرن بیاد برای اونا از 1000 دلار 2000 دلار داده میشه تقریبا در 2400. همزمان با این شماری از شرکت های سیاحتی میگویند که نبودی ویزه پاکستان به کاروبار آنان نیز اثرهای منفی گذاشته است. وقتی که یک کسی تقاضا ویزه میکنه ویزه ازو بعد از 2 ماه رد میشه باز دیگه او امید نداره بر ثبت کردن ویزه چون 2 ماه صبر میکنه و پولش هم برگشت ناپذیر است. 500 روپیه که ما میگیریم اون میسوزه دیگه کاروبار ما را خیلی پایین میبره. 5 روز نهایتا تا 10 روز یا 7 روز زمان میبرد که ویزای مرزی پاس میشد به مردم صادر میشد و امو فیصدی یا درصد صدور ویزا بر مردم خوبتر بود ولی البته متاسفانه فعلا یک ویزای مرزی که زمان میبره در حد معمولش 25 روز تا 30 روز زمان میبره. از سوی هم وزارت خارجه می گوید که این وزارت با سفارت پاکستان در کابل و وزارت خارجه پاکستان در حال گفتگو است تا بتوانند مشکلات شهروندان کشور را در بخش گرفتن ویزه پاکستان حل بسازد. در بهرنیو چارو وزارت تل هڅه کوي او له هم په دې تکل باندې د چی څنګه وکولای شي پاکستان ته یا هم نورو هیوادونو ته افغانان ته د تګ را تګ په محل اسانتیاو برابرې کی از مداران این پروسه پرسان کردیم آنها جواب همه دادن که مراجعین چون که خیلی زیاد است اگر ما یومیه 1000 ویزه هم صادر کنیم نمبر از 2 ماه پیشتر نمی رسد. پس از سقوط نظام جمهوریت، بیشتر کشورها صدور ویزه به شهروندان کشور را متوقف کردند و تنها برخی از کشورها مانند ایران و پاکستان این روند را ادامه دادند. و همانگونه که شما در گزارش هم دیدید، افغان‌ها در این اواخر در داخل از ارائه خدمات کنسولی پاکستان و در بود خارجی هم از بازداشت های مهاجران افغان در آن کشور شاکی هستند. هرچند مقام های کنونی هر از گاه اطمینان دادند که این مشکل حل خواهد شد اما پرسش این است که چرا تا حال این مسئله حل نشده؟ پاکستان بعد دنبال چیست و چرا کانال های دیپلماتیک در خصوص حل این مشکل تا اینجای کار مؤثر تمام نشده؟ و در نهایت این مسئله و سیاست های کنونی چی تأثیر بر روابط میان کشورها خواهد داشت؟ روی همین موضوع بیشتر بحث میکنیم با مهمانم آقای عبدالجبار تاخاری، قنسل امارات اسلامی در شهر کراچی پاکستان که روی خط اسکای با ما وصل شدن. آقای تاخاری سلام، وقت بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه. شکایت شهروندان کابل و در کل افغان ها از عدم دریافت ویزه پاکستان بیشتر شده. همزمان با این افغان های مقیم پاکستان نیز از وضعیت بدشان در آن کشور شاکی هستند. با گذشت هر روز پرسشی است که چرا محدودیت ها از سوی پاکستان بر افغان ها بیشتر میشه؟ کشور به دنبال چی هست؟ و علیکم السلام، از شما هم تشکری میکنیم، از همکارای شما هم که موقع فراهم کردین تا که ما بتانیم آواز خود را و حالات هموطنای خود را توسط رسانه شما به دنیا برسانیم. و برای شما بهتر معلوم است که آمد رفت افغان ها در پاکستان خیلی زیاد است و قبلا هم بود و در همین اواخر زیادتر هم شده.
و به می خاطر حکومت پاکستان اینا میگه که ما متحمل شده نمیتانیم که اینقدر زیاد مهاجر برداشت بکنیم و تا جایی که ما فکر میکنیم ملل متحد قبلا با همراه اینا یک همکاری که به وجه بسیار بخشون آقای تخریبی میخوایم صحبت شما تقخط بکنم. وقتی پاکستان نمیتونه که قذرفیت داشته باشه و به یه شماری از مهاجرین بپذیره در کشورش، رای حل بازداشت هست، شکنجه هست و به زندان انداختن هست از دید شما؟ پس و جواب اینا ای است که مهاجرینی که قبلا در اینجا زندگی میکنن ما با اونا مشکلاتی نداریم، اونها باید باشند و کسانی که تازه میآیند از اوجه اینها آن را به حیث مهاجر نمیپذیره، چون که افغانستان فعلا یک ملک پرامن است و اینها ضرورت نداره به پاکستان بیایه. اگر اینها در یک کشور دیگر سفر میکنه باید قانونی دستاویز داشته باشه، مثل که در دیگر کشورها سفر میکنه قانونی دستاویز لازمی است، در پاکستان هم باید همینطور باشه. اکثریت افغانایی که بازداشت شده همان گونه که شما هم در جریان هستید و در صحبت های گذشته هم گفتین، بسیاری از اینا دستاویز و آنچه که شما میگین داشتن، ویزه داشتن، پاسپورت داشتن، گذرنامه دارن، همه چیز، با آن هم بازداشت شدن و شکنجه شدن و رفتار نادرست صورت گرفته بهشان. او یک وقت محدودی همون تو برای افغان ها پیش شده بود، یک غلط فهمی در میان حکومت پاکستان و افغان ها همی بود که اینا فکر حکومت سند همین بود که افغان ها در بعض مورد روز گذشته هم گزارش های داشتیم آقای تخاری، افغان ها از رفتار پلیس اون کشور شکایت داشتن و گفتن و کسایی که در زندان ها هم همین اکنون به سر میبرن لحظه که ما شما صحبت میکنیم، گفتن وضعیتشون بسیار بد هست و در وضعیت ناگوار قرار دارن. او حقیقت هست، چون که زندان هر جایی که باشه زندان است و کدام جای سهولت نیست، جای مشقت است، جای تکلیف است. ما بارها خواستیم از حکومت پاکستان باید افغانهایی که در زندان است هرچی زودتر اینا رها شوه و افغانهایی که در اینجا به خاطر علاج و به خاطر ضرورتشان میای آنها باید توقف نشوه، دستگیر نشوه و اینها تا هنوز امرای ما به این متعهد نشده که افغانایی که بدون دستاویزات میای ما او را نگیریم. و همین اکنون گزارش هایی که هست آقای تخاری، مثلا بازداشت های هم جریان داره بسیار با سرعت و افغان ها هم اونجا بازداشت شده روی هستن و فکر میکنی علتش چی هست در حال حاضر؟ و سرعتی که قبلا داشت فعلا آن وجود نداره. ما در اینجا مثلا در مدت چند روز توقف شده 21 نفر گرفتار شده گیز در پور ایالت سیند و قبلا محبوسینی که ما داشتیم برای شما تعدادش معلوم است، کرات و مرات ما گفتیم 2641 تن محبوسین بوده. ما بسای کوشش امارت اسلامی 2367 تن را رها کردیم و به افغانستان برگرداندیم و تعداد کمی مانده 274 تن محبوسین مانده بود و کوشش همی بود که اینا هم هرچی زودتر باید رها شوه به وطن برگردن. دیگه بدبختانه و در مدت چند روز 21 تن دیگر اینا توقف نموده، زندانی کردن و کوشش ما هم جاری است که باید شما پرسیدین مثلا نمی 21 تنه که به تازگی بازداشت، علتش چی بوده؟ خب در گذشته شما گفتین دستاویز نبوده یا مشکلات دیگری وجود داشته، به تازگی که بازداشت شده علتش چی بوده آقای تخاری؟ علتش عین شی است. اینا میگه که اینا هم بدون دستاویز میخواستن که وارد ایالت سند شوند و به همین اساس اینا را توقف کردشت. درست. اما یک مسئله دیگر هم هست، با اینکه شما بیشتر اشاره کردین که به کرات خواستار رهایی زندانی ها شدین و اینکه باز روند بازداشت مهاجرین هم متوقف شد، اما برعکس معلوم میشه که حکومت پاکستان یا پلیس اون کشور خلاف خواستای شما عمل کرد داره. مثلا شما میگین متوقف بکنین روند، ببینین روز بعدش یک تعداد از افغان ها دستگیر میشه. فکر میکنین یک برنامه دیگری هم هست که پاکستان میخواد دنبال بکنه، هدف دیگری هم داره که مثلا عقب این بازداشت ها و همچنان این رفتار در قبال مهاجرین که هست وجود داشته باشد؟ تا جایی ما فکر میکنیم این دستگیری ها، این چیزا یک بی‌نظمی که در داخل خود حکومت پاکستان است سبب همین است و حکومت پاکستان حالات سیاسیش یک اندازه مستحکم نیست و در میان خود همین تنظیمایی که اینا هستند اختلافات دارند
و به همین اساس و توجهشان به طرف پلیس خاص زیاد نمی باشه و پلیس پاکستان یک اندازه بدنام است که به خاطر پول و به خاطر مفاد شخصیشان کسی را دستگیر میکنه، از او یک چیزی را میگیره، بعد از او تا اینکه امو الزام از سر خود دور بکنه افایار کار میکنه او را زندانی میسازه تا که امو عیب او پوشیده شوه. و ما همین حالات پلیس را به ذمه‌داران پاکستان و خصوصا ایالت سند شریک ساختیم و اینها هم امرای ما وعده همکاری کردند و تا جای همکاری هم کده است که سبب شامی بود که خیلی محبوسین ما رها شد. و حالا چرا باید پرسشی است که خب هرچند شما اشاره داشتین آقای تخاری که بنابر خواستهای شخصی که پلیس داره از افغان ها هم است، حالا کشمکش هایی که در داخل پاکستان وجود داره و بنسمی هایی که هست از لحاظ سیاسی و عدم ثبات سیاسی که وجود داره، چرا باید افغان ها قربانی این سیاست شوند و این کشمکش هایی که آنجا وجود داره و جریان داره؟ خب برای شما بهتر معلوم است در یک مملکتی که تو کشمکش ها بود، بعد از او مردم های بیگناه و مردم هایی که آنها مثلا نمیتونه که از خود دفاع بکنه شکار همین قربانی ها میشه. لیکن لله الحمد امارت اسلامی به خاطر رهایی افغان ها در هر جایی که از مثل که خبر دارین در ایران و در پاکستان و یا در دیگر کشورهایی که محبوسین ما داریم کوشش جریان داره تا که آنها را به احسن طریقه رها نموده به وطن برگردانیم. درست. و آقای تخاری، خب حالا یکی از مسائل دیگر است که شهروندان افغانستان هم مثلا میگن، یکی از عرف دیپلماتیک هم از روابط بین الملل هم همی است، مثلا کشورهای میزبان که هر گونه عملی که در قبال مهاجرین یا هر مسئله ای که باشن اقدام بکنن، عمل بالمثل هم وجود داره، مثلا دیپلماتای که آن کشور وجود می داشته باشه. خب عکس العمل امارت اسلامی در واکنش به این بازداشت ها چی بوده؟ چقدر صداش بلند کرده؟ چه راههایی تلاش کرده تا اینکه این مشکلات حل بکنه؟ حقیقت دی است که امارت اسلامی بارها این آواز را بلند کرده است، امرای زعمای حکومت پاکستان ملاقات ها شده و وقتی وفودها رفت و آمد کرده، بحث مهاجرین صورت گرفته، اینها این سخنها شریک شده با یک دیگر. ولیکن دیگر همی است که ما مثلا خود امارت اسلامی ایش پاکستانی را اجازه نمیدیم بدون قانون بدون اسناد قانونی در افغانستان بیاید و اینها بدون پاسپورت یا بدون ویزا نمیتوانه که به افغانستان سفر کنه. و یک تعداد مهاجرینی که از پاکستان در خط امتداد فرضی دیورن وجود داشتن، اونا چگونه هستن قضیهش؟ معلومات دارین نقطه تخاری؟ از اونا ما بیشتر معلومات نداریم، اونا مهاجرینی بودند که در وقت جنگ ها شاید آنها هجرت کرده بود و برای آنها جا داده شده بودند، که مثل که اینجا مهاجرین افغان ها از مدتی طولانی در اینجا زندگی میکنند، اونا کدام مشکل ندارند. و مهاجرینی که تازه مثلا از افغانستان در اینجا میاد یا از اینجا در افغانستان میره، خامخواه هر مملکت یک اصول دارد، ما تحت اصول خود یک چیزی پرسان میکنه از اون. و شما گفتین صحبت های داشتین به مقام های پاکستانی. آقای تخاری، خب حالا این صحبت ها در چه سطحی بوده؟ و پیش از این گزارش ها حکی از این بودن که برخی از اقتداد از حیاتی از افغانستان رفتن پاکستان و ایران هم به خاطر حل مشکلات مهاجرین، چقدر موثر بوده؟ حالا در ترکیب کیا بودن؟ در کدام سطح بودن؟ و چقدر موثر تمام شد در نهایت گفتگوها؟ حیات هایی که آمدن خامخواه اثر می داشته باشه بدون اثر نمی باشه و اینا هر وقتی که ما ملاقات داشتیم یا اینکه حیات هایی ما که آمدن نمرای اینا ملاقات داشتن، اینا وعده های خوبی کردن، لیکن در یک بخش اینها هیچ وعده ای نکرده که افغان هایی که بدون مدرک بیایا ما آنها را دستگیر نکنیم. لیکن خواست ما بارها از حکومت پاکستان این است که و از حکومت افغانستان هم باید ما هر دو حکومت در یک چیزی موافقه بکنیم، خصوص که مریض هستند و خاطر علاج و معالجه می آیند. و برای شما بهتر معلوم است که در افغانستان ما تو یک اسپتال نداریم، بعضی مریض های مثلا دیلاسیز است یا اینکه کیموتراپی است یا اینکه مثلا دیگه بعضی علاج هایی است که در اونجا نمیشه، اونها مجبور هستند که پاکستان بیاید و افغان های ما و شما اینقدر اقتصادشان هم برابر نیست که در مملکت های خارج و دیگر جا سفر کنند. به همین اساس حکومت پاکستان باید یک همکاری خوب با امرای افغان ها بکنه تا این وقت افغان ها را که ناجای داده مهمانی کرده همین مریض ها را
یک راه حل برشان کشیده شوه و اینها بتوانه که اقلا همراه یک پایوازشان بیایه اینا علاج مالیجه خود را بکنه و اینا پس برگردن به وطن. آقای تخاری شما اشاره کردین گفتین که وضعیت افغان ها هم چندان خوب نیست در چنین شرایط به ویژه وضعیت اقتصادیشان. خب حالا نقد شهروندان و شکایت چون نی است که و در کل این از وزارت خارجه و از دیپلمات های امارات اسلامی در بیرون از کشور هم هستند، در پاکستان هم که مثلا بازداشت های خودسرانه هم که در پاکستان وجود داره و ویزه پاکستان در داخل افغانستان مثلا در کابل در بازار شب با یک قیمت بسیار هنگفته مثلا به فروش میرسه، فکر میکنین اقدام وزارت خارجه چی باید باشه و چی کرده تا اینجای حال و در چنین شرایطی چقدر ضعف نشان میده؟ در این باره ما همراه سفیر پاکستان که در کابل است وزارت خارجه همراهش صحبت نموده بود و خود ما همراه بعض ذمه‌دارای حکومت در اینجا در بخش ویزه افغان ها ما صحبت نمودیم. جواب اینها همین بود که تعداد مراجعین خیلی زیاد است، اگر ما به یک روز 1000 ویزه هم جاری بکنیم و این که کسانی که مراجعه نموده قبل از 2 ماه برشان نمبر نمیرسه. بعد از او همین اشکالی که شما دارین این را هم ما گفتیم بعضی کسایی است که پول میتا یا اینکه پول لازی گرفته میشه از زودترین فرصت برشان ویزه مهیا میشه، اونها گفتن که ایجنتایی است که از خود افغانی ها است یا اگر از پاکستانی ها هم باشه مربوط حکومت نیست، اینا کارهای بیرونی است که اونا با کدام طریقی میکنه ما از اینا آگاهی نداریم. و اگر بر بگردیم آقای تخاری به مسائلی که شما در پاکستان اونجا دنبال میکنین، به تازگی 21 پرونده از بازداشت که هستن چقدر شما رسیدگی کردین؟ حالا تلاش ها به چی هست که اینا مثلا در ترکیب از این بازداشت ها کیا هستن؟ مثلا در گذشته اطفال بودن، زنان هم بودن و بسیاری کسای از بیماران بودن که در آنجا در داخل زندان هم در گذشتن، کی هستن و چه اقدامات شما روی دست گرفتین آقای تخاری؟ بله اینا چون خانم ها و اطفال در اینها شامل نیستن، این 21 تنی که توقف شده و مریضا هست، ما کوشش کردیم که باید امینا هرچه زودتر باید ریها شوه چون که در اینا بعضی مریض هاست، ما توسط وکیلی که برای افغان ها ما تعیین نمودیم آنها را کمی متحرک ساختیم و امرای عدالت و امرای قاضی که مربوط این پروسه است رابطه شده و کوشش همی است که اینها را ما همین کسانی که مریضا هستند کوشش همی است که قبل از زید باید اینا را ما رها بکنیم به وطن برگردن. و آقای تخاری حالا مثلا مجراهای دیگر هم شما دنبال کردین تا اینکه بتونین قناعت مقام های پاکستانی را حاصل بکنین مبنی بر اینکه زندانی های افغان ها را کسایی که هستن اونا را آزاد بسازن و این روند در کل متوقف بکنن، هرچند شما گفتین دید بازدید های در سطح بلندی هم قرار صورت گرفته، مجراهای دیگری هم شما دنبال کردین مثلا نهادهای دیگر تشویق کرده باشین بیان صحبت بکنن، نهادهایی که مرتبط به مسائل حقوق بشری میشه و حقوق مهاجرین در کل؟ بله ای تو برای شما بهتر معلوم است که افغان ها اینها مهاجر است و از یک ملک دیگر است، هر وقت وقتاً فوقتاً برشان یکان مشکلات هم تو ایجاد میشه و ما از این دفاع میکنیم و ما ملاقات ها میکنیم تا که افغان های ما از این زجر و ستم محفوظ بمانه. خصوصا در این اواخر برای شما بهتر معلوم است که برای افغان ها افغانایی که در اینجا مقیم هستند از مدت طولانی برایشان دو قسم کار داده شده، یکی به نام PUR یکی به نام ACC. خب این کاردار وقتش در این در 31 جون اکسپایر میشه، ختم میشه و ما خواستیم از حکومت پاکستان هم خواست کردیم و از ملل متحد هم که باید هر چی زودتر باید کارت اینا تمدید شوه یا اینکه برای اینا یک وقت داده شوه تا مدت 2 سال یا 3 سال باید کارت اینا جریان پیدا بکنه و تا که از گرفتاری اینا محفوظ بانه. پاسخ چی بوده آقای تخاری؟ بله اگر اقدام درست نشوه بعد از او گرفتاری ها خیلی زیاد میشه و قبلا هم عرض کردیم برای پلیس سند یک بهانه کفایت میکنه که اینا وقت کارت اینا ختم شده باید اینا گرفتار شوه و بعد از او مثلا عوایدی که با صحبت که داشتین با امین نهاد سازمان پناهجویان که شما نام بردین و همچنان با مقام های پاکستانی، پاسخ از اینا در رابطه با تمدید کارت ها چی بوده؟ آیا خوشبینی هست که تمدید میشه؟ کردن
وعده کردن که ما تمدید میکنیم، این کار را تمدید میکنیم، لیکن قبلا این تو بوده که هر وقت که این کار ختم میشد توسط ملل متحد یک انداز پولی به حکومت پاکستان داده میشد تا اینکه این کار را دوباره تجدید بکنه. و شاید تا جایی ما فکر میکنیم اینا انتظار همین پول داره و این را ای تو هم میتونه که ما شما هم از طریق رسانه خود یک کوشش بکنین و ما هم در کوشش باشیم که ملل متحد صرف یک وقت زیاد بکنه. کارت جور کردن ای وقت در کار داره، مثلا یک کارت دوباره جور میشه برای اینا کارت میرسه با اون ماها مدت بکار است و اینها مثلا میتونه که یک ورق ساده قبلا هم بارها امیتو شده که اینا میگه که امی کاردی که برای افغانا پی او آر داده شده برای 3 سال دیگه ای قابل استفاده یا قابل استعمال است. و چه کتگوری از افغان ها یا مهاجرین آقای تخاری شامل مثلا میتونن که چنین کارت ها رو دریافت بکنن؟ کسایی که به تازگی هم میرن در اونجا به خاطر مشکلاتشون که هستن، اونا میتونن دریافت بکنن یکی از این کارت هایی که شما نام گرفتن، یکی از دو کارت در کل؟ نخیر، اینا مثلا کاردایی که پیوار است ای در 2006 غالبا برای اینا داده شده تا ای وقت وقتاً فوقتاً تمدید میشه و کاردایی که ای سی سی است ای کم وقت میشه، غالبا در 2012 و 2013 برشان جاری شد. ای به خاطر همین بود که تایی که افغانهایی که در اینجا بدون مدرک است و معلوم شود تعدادشان چقدر است. خب باز هم برای اینا یک دستاویز است، وقتی که همین کار دمرایشان باشه اینا را توقف نمیکنم و این تعداد، این هر دو تعداد که است و تعدادشان که برای ما معلوم است 2,45,000 است در صوبه سند، ایالت سند. و از این مقدار بیشتر افغان ها غیر قانونی هستند که هیچ اسناد ندارند. درست. و آقای تخاری، خب حالا باورها بر این است و ذهنیت ها قسم ساخته شده ای که گفته میشه چون این شکنجه هایی که صورت میگیره و چون این بازداشت هایی که صورت میگیره به نحو تلاش اسلام آباد برای است که فشار بر حکومت وارد بکنه اینجا در کابل. شما که در اونجا در اصل قضیه هستین، در عمق همین موضوع دخیل هستین، دید شما چی هست؟ با شما چگونه پیام هایی میرسه که واقعا رفتار پاکستان نشان دهنده همین موضوع است یا نه؟ ای تو احساس نمیشه که اینا مثلا مقصدشان فشار به حکومت کابل باشه یا اینکه یکان مطالبه داشته باشه. اگر ای تو می بود خامخای باید ذکر میشد، باید مطالبهشان باید آشکار می بود و ای تو تانوز ما فکر نکردیم و از طرف اینا هم ای تو کدام مطالبه هم نشده که ما ای را تایید کرده بودانیم. چون پس گفتم میشه پس یک کشمکش هایی که میان امارات اسلامی و حکومت پاکستان بیش از 20 بارم که درگیر شدن مسائل همی بوده و کوشش میکنه چون راه دیگر هم به پاکستان نیست، تلاش میکنن به نفع از مهاجرین استفاده بکنه، فشار وارد بکنه. همزمان مثلا ایران هم بعد از مسائل حقابه ای که رخ داد مثلا فشار بر مهاجرین بیشتر شد و اخراج های اجباری مسائل، حالا باورها بیشتر به این مسائل هست. از دید شما خب حالا این روندی که ادامه داره چه تاثیر بر روابط کشورها داشته تا اینجای کار آقای تخاری؟ خوی طبعا اگر مثلا طبعی یک کشور در یک کشور اگر زندگی بکنه او اذیت شوه، خامخا حکومت او هم از این مثلا متضرر میشه و آنها متفکر میشه. یک حقیقت است. لیکن بارها ما امرای حکومت پاکستان ملاقات ها که کردیم این را ما برشان واضح ساختیم که مثلا تعلق دو کشور با رویه خوب با امرای ملت آن کشور است. وقتی که ما هر دو حکومت با امرای ملت رویه خوب داشته باشیم و تعلقات مثلا حکومت ما بهتر می باشه. ولیکن اینا هم خواهش شان همی است که با امرای حکومت افغانستان یک تعلق خوبی داشته باشه، چون که برای شما بهتر معلوم است تجارت های پاکستان و امرای افغانستان جاری است و بارها در این بخش هم صحبت ها شده و بعضی حالات هایی که در سرحدات پیش میشه او حالات است که شما اگر مشاهده بکنید در آنجا حالات افغان را که عبور و مرور میکنه او خیلی یک اذیت دی و تکلیف دی است
و آنها مثلا کوشش میکنند بدون دستاویزات وارد پاکستان شود و اینها کوشش میکنند منع بکنند و از اون طرف مثلا امارت اسلامی را هم موظفینش که در سرحدات است اونها این حالت مشاهده کرده بعض وقت این تو که اشخاص می باشه که این را برداشت کرده نمیتونه بعد از این تو یک واقعه رخ میده و این از سطح بالا فکر میکنم نیست که از سطح بالا این تو یک فیصله باشه که اونجا یک مثلا واقعه تا رخ داده شده. خب حالا به اساس نیازمندی هم هست که افغانایی میخواین به آن طرف خط فرضی بروند به اساس هر دلیلی که دارن، فکر میکنین خب بالا پاکستان که مثلا ویزاها هم در بازار سیاه فروخته میشه و گفته میشه به نحو سیستم مافیایی در ویزاها هم جریان داره، سهولت هایی که امارت اسلامی باید روی دست بگیره و یا فراهم بکنه به همین متقاضیان ویزا و در کل چیا میتونه باشه و تا این جای کار چی کار کرده داشته از دید شما؟ خب ما بارها تقاضا از حکومت پاکستان کردیم که باید در ویزا شما یک آسانی بیارین که تا اینکه کسانی که میخواب و بیای پاکستان یا به خاطر کدام ضرورت خود با آسانی ویزا بگیره و اینا بتانه که وارد پاکستان شود و اینها را دلیل شمی است که مراجعین ویزا از حد زیاد است و ما نمیتوانیم که قدر ویزا را بر اینا صادر بکنیم و احتمالی تا جایی که اینها یک دلیلی میگیره این هم تا جای حقیقت است چون که ما خود ما در همین کار هستیم مثلا ویزا ما میتیم یا کسی که به من مراجعه میکنه اگر که زیاد کسی را ما نمیتوانیم که مثلا در یک روز ویزا صادر بکنیم درست. و مثلا ما در اینجا عملای مثلا 5 دیپلمات داریم و دیگه عملای مثلا ملکی در اینجا محلی داریم و با وجود این ما اگر بسیار کوشش بکنیم که از 50 ویزا زیاد ما صادر کنیم. بسیار تشکر آقای عبدالجبار تخاری قنسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و وقت گذاشتین. وقتتون بخیر. فرجان بینده حال هم وقفه و دوباره برمیگردیم به ادامه محور.